هر وقت میشنوم که شما میتونید با گوگل استادیا بازی‌ها رو با کیفیت 4K اجرا کنین و ببینید، ناخودآگاه یاد اون تبلیغ سایپا مطمئن میافتم. درود بر شما، کوروش 101 هستم. حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستین خوشحال و شاد باشین، که احتمالاً قدر شادی رو بیشتر از همه اونایی میدونن که اسم مامانشون شادی و هر روز براشون غذای مامان پز درست میکنه. یک شنبه 35مین سالگرد انتشار بازی The Legend of Zelda بود. 21 فوریه 1986 این بازی برای اولین بار روی کنسول NES نینتندو منتشر شد و بعد از اون آغازگر یک سری بازی شد که به اعتقاد بعضی ها بهترین سری بازی توی تاریخ ویدیو گیم هست. البته این برچسب خیلی بزرگی است، اما برای طرفدارای دو آتیشش اینجوریه. خیلی ها این موضوع رو تبریک گفتن، از خاطراتشون با این بازی گفتن و اینکه این بازی چقدر براشون اهمیت داره، اما در کمال تعجب نینتندو هیچ واکنشی به این موضوع نداشت. این در حالی که برای 35مین سالگرد سوپر ماریو یا همون ماریو قارچخور جشن بزرگی ترتیب داده بودن، اما از طرفی نینتندو بعضی وقتا این مراسم رو دقیقاً تو روز خودش انجام نمیده و هنوز جای امیدواری هست که یک جشن خوبی رو برگزار کنن و این ناراحتی رو از دل زلدا بیاره بیرون. اپیک گیمز به پلیرهایی که توی بازی فورتنایت سیو د ورلد مود لوت لاماس این د گیم رو خریداری کردن 1000 تا وی باکس که حدود 8 دلار ارزش داره رو میده. البته این به خاطر نیست که فکر کنید اپیک گیمز عاشق چشم ابروی کسی شده نه تا جایی که را داشته باشه، جیب همه رو خالی میکنه. این به خاطر شکایتی که از این شرکت شده و البته اصلا خودشون میگن که هنوز تو مرحله پندینگ یا بررسی هستش، اما احتمال جریمه شدنشون زیاده و حاضر شدن این مبلغ رو بدن، ولی فعلا به پلیرهای امریکایی میدن، یعنی کسایی که تو امریکا خرید کردن این لوت باکس خاص رو. البته گفتم به زودی به تمام پلیرهای توی سرسر دنیا که این لوت باکس رو خریدن این مبلغ رو میدن و باز در راستای توافقی در همین شکایت انجام دادن، حاضر شدن به پلیرهای راکت لیگ نفری 1000 تا گیم کردیت بدن. همونطور که میدونید اپیک گیمز شرکتی که راکت لیگ رو ساخته بود در سال 2019 خریداری کرد و عملا الان صاحب راکت لیگ هستش. خب یه چند سالی هست که این لوت باکس ها داره جیب خیلی ها رو خالی میکنه و سرصدای خیلی ها رو در آورده و اعصاب خیلی از گیمرها هم به هم ریخته سر این موضوع، اما کم کم داره صداها و اعتراضات شنیده میشه. الان توی بعضی از کشورها موضوع لوت باکس داخل بازی‌ها داره به عنوان یک ماشین قمار به حساب میاد و براش یه سری محدودیت‌ها و جریمه‌هایی رو در نظر میگیرن. اما برای بچه‌ای که در جریان نیستن یه مختصر توضیحی میدم، هرچند توی برنامه‌های قبلی در موردش صحبت کردیم. ببینید با یک مثال کل قضیه رو توضیح میدم. شما مثلا فوتبال بازی میکنیم، میریم فیفا EA که اصلا سلطان این داستان قمار هست و خب تو اونجا میتونید یه تیمی برای خودتون تشکیل بدین و با تیم خودتون بازی کنین و پلیرهایی که دوست دارین رو توی اون تیم جمع کنین و حالش رو ببرین. اما موضوع اینه که مثلا شما علاقه دارین به ابراهیموویچ یا رونالدو یا مسی یا هر بازیکن دیگه ای، خب شما مثلا میرین اون بازیکن رو میخواین بخرین و حالا فرض کنین مثلا قیمت این بازیکن ها 10 دلاره و شما 10 دلار میدین و میرین و اون لوت باکس رو تهیه کنین. اما موضوع اینجاست که شما با دادن اون 10 دلار صاحب قطعی رونالدو یا مسی یا ابراهیموویچ نمیشین، بلکه به شما یه باکسی داده میشه عین جعبه شانسی و حالا وقتی روش کلیک میکنین ممکنه به جای مثلا این بازیکن ها رونالدو و مسی و اینا از توش 100 درصدی در بیاد بیرون. دوباره میرین میخرین، یه 10 دلار دیگه میدین، این بار ممکنه عبدالجلیل گلچشمه در بیاد بیرون، دوباره یه 10 دلار دیگه، این بار معلوم نیست چی از کجا در بیاد بیرون و ممکنه این 10 دلاریا رو هی تکرار کنین و گاهی اوقات به 5000 دلار میرسه این خریدها واسه یه بازیکنی که باز معلوم نیست آخرش در بیاد یا در نهایت. و معمولا سیستم همجوری تنظیم شده که درصد خیلی خیلی پایینی از افراد میتونن اون کارت و اون در واقع بازیکن مورد نظرشون رو برنده بشن. حالا این موضوع تو همه بازی‌ها هست، حالا اینجا فوتبال و بازیکن، بازی‌های دیگه چیزهای دیگه هست که باید از تو لوت باکس در بیاریم. یه شرکتی به اسم آنالوگ چند وقت پیش یه وسیله بازی جی بی رو برای پیش فروش گذاشته بود که تموم شد، دوباره گویا موجود کرده و گفته که برای فروشش یه سیستمی رو در نظر گرفته که دلال‌ها و بات‌ها نتونن خرید کنن و با ایبی هم داره همکاری می‌کنه و کسایی که حالا به نوع جنس برای پیش فروش می‌ذارن و یا دلالی می‌کنن رو شناسایی می‌کنه و جنس رو به اونا نمیده تا جنس برسه به دست مصرف کننده واقعی. واقعا به نظرم کار جالب و خوبیه این که دلال ها رو این وسط هضم میکنن، تو هر کاری باشه اوکی ردیفه. اینم یه نمونه از وسیله هاش سوپر انتی مگا اس چی و اینا که البته خیلی جی بی می بی به نظر نمیرسن، نمیدونم چه اصراری داره
بگه که اینا جیبی هن و اینکه خب اگه شما گرفتین تو جیبتون نذارین دیگه. از اول می امسال هم قراره ارسال بسته‌هاش رو شروع کنه. سونی رسما اعلام کرد که از روی بازی تویستد متال قراره یک سریال ساخته بشه که تولید کننده کوبرا کی هستش و نویسنده‌های ددپول هستن و ژانر این سریال هم اکشن کمدی هستش. بازی تویستد متال اولین بار سال 1995 به بازار اومد و بعد از اون چند سری از روش ساخته شد، اما حداقل تو ایران میتونم بگم که هیچ کدوم به محبوبیت اون نسخه PS1ش نرسید. سال 2012 هم قرار بود از روی این بازی فیلمی ساخته بشه که کنسل شد، اما به نظر میرسه این بار قضیه خیلی جدی تره. EA به تازگی حق کپی رایت تکنولوژی رو خریده که به شما اجازه میده بدون اینکه بازی رو دانلود کنید روی سیستم خودتون بازی کنید. در واقع EA گفته که با توجه به اینکه بازی دارن بزرگ و بزرگتر میشن، حجمشون بیشتر میشه، برای اینکه توی اون زمان صرفه جویی کنید و دانلود نکنید، تو زمان دانلود منظورمه، این سیستم رو خریداری کرده و شما میتونید بازی رو بخرید ولی دانلود نکنید و بازی کنید. آقا اصلا چیز جدیدی نیست، همون موضوع سیستم کلاود یا همون ابری هستش که گوگل داره به واسطه گوگل استادیا هی تو گوگل کرنا میکنه. حالا جالب اینجاست که خود گوگل، آیدی سافر و بانجی تازگی ها هدف شکایتی قرار گرفتن و شاکی ها توی اون مدعی شدن که گوگل و آیدی سافر و بانجی مردم رو گمراه میکنن و میگن که گوگل استادیا کیفیت 4K رو ارائه میده، در حالی که اینجوری نیست. خب گوگل که سازنده گوگل استادیا است، هیچ آیدی سافر و بانجی سازنده دوم اترنال و دستینی 2 هستن و گویا موقع پیشفروش تو تبلیغاتشون گفتن که این بازی ها روی گوگل استادیا به صورت 4K پخش میشه، ولی در واقع به صورت 4K پخش نشده. این شکایت شامل تمام آمریکایی‌هایی میشه که از 6 ژوئن به بعد مدل فاندر ادیشن یا پرمیر ادیشن یا پرو سابسکرایبر ادیشن استادیا رو خریداری کردن. هر وقت میشنوم که شما میتونید با گوگل استادیا بازی ها رو با کیفیت 4K اجرا کنین و ببینین، ناخودآگاه یاد اون تبلیغ سایپا مطمئن میفتم. آخه لعنت که گیریم که اصلا حرفتون درست، ما میتونیم بروزترین بازی ها رو روی سیستم زغالی خودمون با بهترین کیفیت ببینیم. آخه لعنتی سیستم زغالی و لپتاپ زغالی که مانیتور 4K نداره، رو چی ببینیم و اینو بازی کنیم؟ آخه یه چیزی بگین که بگنجه دیگه. دوستان مرسی که امروز هم با من بودین، امیدوارم از اخبار خوشتون اومده باشه. اونو لطفاً اگه دوست داشتین با دوستاتون به اشتراک بذارین، کانال یوتیوب ما هم سر بزنین، لایک سابسکرایب یادتون نره و اینکه استریم ساعت 9 شب. مواظب خودتون باشین، دوستتون دارم و تا دیدار دیگه بدرود.